میشه. ما نظامو نمیخوایم، رئیس جمهور عوض میشه. ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. حدود 10 روز از آغاز تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران میگذره. امروز اینجا در شهر کلن آلمان ایرانی‌ها جمع شدن تا همبستگی خودشونو با ایرانیان داخل ایران نشون بدن. بریم با هم ببینیم چه خبره. شعارها و پلاکاردها تقریبا همون چیزهایی است که این روزها در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران شنیده و دیده می‌شود. ایرانیان مقیم آلمان درباره آنچه این روزها در ایران اتفاق می‌افتد چه فکر می‌کنند؟ مردم واقعا خسته شدن، نه اصولگران نه اصلاح طلب. مردم آزادی میخوان، آزادی بیان میخوان، زنای ما آزادی میخوان. خسته شدن، واقعا خسته شدن از اینکه به زور باید حجاب داشته باشن، نتونن ورزشگاه برن، اون کارهایی که تمام زنای دنیا میکنن نتونن انجام بدن. این داعشی که حرف ازش میزنن فقط توی مملکت ماه. من فقط پیامم اینه که اروپایی‌ها واقعا پشتیبانی باشن برای مردم ایران، چون واقعا مردم ایران خیلی خیلی از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ناله میکشن. من شعار ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رو دوست دارم، به خاطر اینکه خب من خودم زمانی که انقلاب شدش به دنیا نیومدم، یه 20 سال بعد از انقلاب به دنیا آمدم، ولی در با این حال چیزایی که از ایران دیدم و شنیدم خیلی با هم فرق داشته و فقط بحث شنیدنامون خیلی مدرک ها بودش که دیدم و اینکه میدونم که اگر که دوباره شاه برگرده اوضاع ایران خیلی بیشتر فرق میکنه تا الان. ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند. ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند. ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند. بسیاری از شعارهایی که در تظاهرات سراسری در ایران شنیده می شود هنجار شکنانه هستند و بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. ایرانیان درباره تفاوت تظاهرات سراسری اخیر و آنچه پیش از این در سال 1388 اتفاق افتاد چه فکر میکنند؟ حرکتی که سال 88 مردم نشون دادن که من شخصا باهاش زاویه داشتم این بود که از بخشی از این نظام داشتن دفاع میکردن که خودشون هم در کشتارها دست داشتن، اما این بار مردم کل نظام رو زیر سوال بردن. سال 88 مردم فکر میکردن که حالا آقای موسوی میاد و اینا رو نجات میده، بعد در واقع فکر کردن که حالا رأیشون هم به هدر رفته، اعتراض کردن که ایشون چرا رأیشون رو نگرفتن، در صورتی که من فکر میکنم اگه آقای موسوی هم میومد باز هیچ فرق نمیکرد. ولی الان دیگه حتی اونایی که یه ذره فقط یکم اصلاح طلبارم میخواستن دیگه نمیخوان، اصلا کلن دیگه نمیخوان. تظاهرات در شهر کلن آلمان رو گروه پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران ترتیب داده بود. تظاهراتی که افرادی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی گوناگون در آن حضور داشتند. امروز همونطور که دیدید گروه‌های متفاوت و مختلفی بودند، با پرچم‌های مختلف، با شعارهای مختلف. ما از هواداران پادشاهی اینجا داشتیم تا آنارشیست‌ها، کسانی با پرچم کردستان بودن، کسانی با پرچم شیر و خورشید بودن، کسانی بدون پرچم بودن. و من فکر میکنم جامعه ایران، و این یکی از شانس‌های بزرگ ماست، یک جامعه کاملا ناهمگون و متکثر از این نظر، ما چه به لحاظ دینی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ گرایش‌های سیاسی از گروه بندی‌های مختلفی تشکیل شدیم. و اگر ما به دموکراسی و پلورالیسم معتقدیم، همون چیزی که اینجا روی پلاکارت‌ها نوشته شده بود، این باید خودش رو در کنش اجتماعی ما هم نشون بده.